سلام، وقتتان بخیر. با خبر ده خوش آمدید. سرخط خبرها. دیدار برخی مقام های پاکستانی با معین وزارت داخله. محور این دیدار گفتگو درباره چگونگی پیکار با حرس افغانی گفته شده است. معافیت و تخفیف مالیه بر اصناف در کشور. از اصنافی که تا 2 میلیون افغانی در سال فروشات داشته باشند مالیه گرفته نمی شود. اگر کسی 4 میلیون سالانه فروشات داشته باشد 2 میلیون ازی از مالیه معاف است، اما 2 میلیون اضافه ازی تابع مالیه می شود. گفتگوی اتحادیه اروپا و قطر پیرامون افغانستان. آنان درباره تلاش‌های جهانی برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان رایزنی کردند. این نشست ها میتونه زمینه ساز خوب باشه به خاطر نشست دوحه. در طول نزدیک و 3 سال تجربه نشان داد که هیچگاه بر حق مردم افغانستان، به خصوص بر حق زنان و دختران افغانستان، کاری انجام نداده. و بیجا شدن هزاران فلسطینی در منطقه رفح. من حامد بهرام میزبان شما هستم. برخی از مقام های پاکستان که به کابل آمدند با معین وزارت داخله دیدار کردند. معین وزارت داخله پاکستان و برخی از مقام های دیگر این کشور در دیدار با محمد نبی عمری معین وزارت داخله درباره چگونگی پیکار با حرس افغانی گفتگو کردند. وزارت داخله همچنان در خبرنامه افزوده است که همتای پاکستانی محمد نبی عمری با اشاره به حمله در منطقه بشام خیبر پختونخوا از امارات اسلامی خواستار همکاری در بخش پیکار با حرس افغانی شده است. رهبر امارات اسلامی مالیه اصناف را از 0.5% به 0.3% کاهش داده است. مسئولان بلندپایه امارات اسلامی در برنامه میگویند این کار بر بنیاد فرمان رهبر امارات اسلامی انجام شده و پس از این از اصنافی که تا 2 میلیون افغانی در سال فروشات داشته باشند مالیه گرفته نمی شود. معاون اداری ریاست وزرا از گردآورندگان این اصناف می خواهند تا در زمینه برخورد با اصناف از اصول کار بگیرند و هشدار می دهد که در صورت بروز شکایت مسدل با اخراج کار روبرو خواهند شد. نشست اعلام معافیت و تخفیف جدید مالیه ثابت اصناف در پایتخت. در این نشست مسئولان بلندپایه امارات اسلامی میگویند که معافیت و تخفیف مالیه با دستور رهبر امارات اسلامی برای کسب‌وکاران و دکانداران کشور پس از این عملی خواهد شد. بر بنیاد این فرمان تا 2 میلیون افغانی فروشات اصناف در کشور تابع پرداخت مالیه‌دهی نیست، اما به هر اندازه‌ای که از 2 میلیون افغانی فروشات بیشتر صورت گرفته باشد پرداخت 0.3% مالیه حتمی شده است. اگر کسی 4 میلیون سالانه فروشات داشته باشد 2 میلیون ازی از مالیه معاف است، اما 2 میلیون اضافه ازی تابع مالیه می شود 0.3%. خود از دیر زای ارون په مجلس و کی وای سو مالیه دې پر موږ باندې روانې دي، سو مالیه دې موږ سختلې کیږي، ګوري په دې باندې دې ټول مسؤولین دې سر په خلاص کی، د اسناپ والا دې سر په خلاص کی، نور خلک دې سر په خلاص کی، مالیه په کال کې یو وار مالیه ده. در همین حال سرپرست وزارت های اقتصاد و صنعت و تجارت ایجاد سهولت مالیاتی بر اصناف را در پیشرفت اقتصادی کشور اثرگذار می دانند. به گفته این مسئولان این تسهیلات مالیاتی برای اصناف در حالی به وجود آمدند که هیچ نوع کمک خارجی برای تقویه بودجه ملی وجود ندارد. بدون تکس، بدون مالیه، بدون عواید و بدون خدافیس خدماتی که از تمام اصناف گرفته میشه، از سکتور خصوصی گرفته میشه، از اتاقا مخواهش میکنیم گرفته میشه، بدون از این حکومت چلاندن در یک مملکت ناممکن است. معافیات یا تسهیلات در وقتی می آید که امارت اسلامی هیچ نوع کمک خارجی را دریافت نمی کند. همزمان با این برخی از مسئولان در امارت اسلامی میگویند که در 3 سال گذشته رهبر امارت اسلامی تلاش کرده است تا برای دکانداران و کسب‌وکاران سهولت‌های لازم را فراهم سازد. اسلامی امارت هر اقدام تکسلی زیر سی اغا نه نمایشی ده، نه تشریفاتی ده و نه پرمایشی ده، بلکه اغا واقعی ده. داد موجوده حالات و تقاضا او اجابات دی. موږ د نظام چې دا اوسنۍ پالیسی ده چې ورځ تر بلې مالیه کمیږي دا پالیسی د یو دیانت په خاطر ده،
دا د نظام د دایې په خاطر ده چې نظام اسلامي دی. ما هم در قسمت اظهارنامه خود، در قسمت مالیه دهی خود واقعیت ها را در نظر بگیریم. مالیه به حد اقل آمده، ما هم چیزی که فروشات میکنیم از روی واقعیت باید اظهار بتیم. وزارت مالیه آمار میدهد که در سطح کشور 206 نواصنف که شامل کسبکاران و دکانداران میشوند فعالیت دارند. این وزارت از همه اصناف میخواهد که مالیه خود را در زمان معین بپردازند. شاهزاده مسعود از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور در گذشت عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهوری پیشین را به طلوع نیوز تایید کرده است. عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین نیز در پیام در اکس با حامد کرزی غمشریکی کرده است. دپارتمنت جراحی قلب برای نخستین بار در شفاخانه شهید سردار محمد داوودخان افتتاح شد. وزارت دفاع در یک اعلامیه گفته است که این دپارتمنت با وسایل و تجهیزات عصری طبی بردش 1,200,000 دلار تجهیز شده است. محمد قاسم فرید، معین پلان و پالیسی وزارت دفاع، در مراسم افتتاحیه این دپارتمنت از تلاش‌های هیئت رهبری و پزشکان قدردانی کرده و از رسیدگی به چالش‌ها اطمینان داده است. نمایندگان ویژه قطر و اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره تلاش‌های جهانی برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کردند. در سوی دیگر رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان، با نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در مورد سومین نشست دوحه و اهمیت آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر در اعلامیه از دیدار نماینده ویژه وزیر خارجه این کشور با توماس نکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان خبر داده است. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده که در این نشست دو طرف درباره تحولات افغانستان و تلاش‌های مشترک بین المللی برای دستیابی به صلح و ثبات این کشور گفتگو کردند. در طول نزدیک به 3 سال تجربه نشان داد که هیچگاهی بر حق مردم افغانستان، بخصوص بر حق زنان و دختران افغانستان، کاری انجام ندادند. صرف فعالیت های روی کاغذ و ملاقات ها مصروف بودند. در سوی دیگر نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد نیز از دیدار با رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان خبر داده و گفته که در این دیدار در مورد سومین نشست دوحه و اهمیت آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده اند. پرسش اینجاست که در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه، دیدارهای پیهم نماینده های ویژه کشورها برای افغانستان با مقام های کشورهای دیگر چه تأثیر می تواند بر روابط امارت اسلامی با کشورهای جهان و نشست دوحه داشته باشد؟ از یک مزیقه، از یک حالت اگر افغانستان برآمده که حالت جنگی بوده، حالت مثلا که اشغال مملکت بوده، یک حالت دیگی که در انزوای سیاسی خدای ناخواسته قرار نگیریم، باید با ممالک جهان تعامل داشته باشیم. او در هر جای در مورد ما گپ میزنه، ما باید بریم. این نشست ها میتونه زمینه سازی خوب باشه به خاطر نشست دوحه. حتی می که روسیه، شما دیدین که اونا گفتن که امارت اسلامی باید هم کسایی که در لیست سیاس اونا بیرون شوه. با آنکه امارت اسلامی به تازگی در مورد این دیدارها چیزی نگفته، اما پیش از این سخنگوی امارت اسلامی گفته که دیدارها و گفتگوها پیرامون اوضاع افغانستان بدون مشورت با حکومت سرپرست بی نتیجه خواهد بود. شماری از باشندگان در پایتخت از روند ثبت سیمکارت‌هایشان از سوی شرکت‌های مخابراتی شکایت دارند. آنان می‌افزایند با آنکه سیمکارت‌هایشان یک بار از سوی این شرکت‌ها ثبت شده، اما ناگزیرند دوباره برای ثبت آن مراجعه کنند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اما از تلاش‌ها برای رسیدگی به این چالش اطمینان می‌دهد. اینان شهروندان هستند که از بهر ثبت سیمکارت هایشان در یکی از نمایندگی های شرکت های مخابراتی در پایتخت آمدند. شماره از این باشندگان در پایتخت با انتقاد از روند ثبت سیمکارت هایشان از سوی نمایندگی های شرکت های مخابراتی می گویند که آنان ناگزیر شده اند تا برای ثبت دوباره سیمکارت هایشان به این نمایندگی ها مراجعه کنند. آنان از مسئولان خواستار رسیدگی به این چالش هستند. یک مقدار مشکلات هست، یک مقدار تنبلی است. یعنی یک مرتبه ما کار اجرا نمیشه، مرتبه دوم میایم اجرا نمیشه، سیوم خودم
مرتبه چهارم است که ما امروز اینجا آمدیم. یک شبکه مخابراتی بسیار کلان است، یک سیم کارت پیدا نمیشه. و دوم از اینجا آمدیم به خاطر از ازدحام میبینین، گرمی است، به حد مردم از راه دور میآیند، مشکلات سیم کارت به حد زیاد است. مردم ساعت صبح کی 4 بجه آمده، 3 بجه صبح کی آمده دیگه، به خاطر اینجا لاست نمشته میشه، باز تیکت میده 8 بجه، کارمندان 8 بجه میآیند. اینجا به خاطر مردم از دور جا میآید که کرایه مصرف زیادتر، مردم کارش هم نمیشه باز. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از رسیدگی به این چالش سخن میزند و میافزاید که این وزارت در تلاش است تا سهولت های بیشتری را برای تسریع روند ثبت سیم کارت ها فراهم سازد. پیش وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی همراه مسئولین شبکه های مخابراتی یک نشست داشتند و به شبکه های مخابراتی گفتند که شما باید دایی باش به مردم سهولت بتین و هر چیز زودتر میشه این پروسه را پیش ببرین تا به اتمام برسه و مردم بتانه به طور قانونی سیم کارت های خود را راجستر کنه و هر اندازه که شما میتونین باید به مردم سهولت بتین. این در حال است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از ثبت بیش از 8000 شکایت از سوی شهروندان در این وزارت سخن میزند و میافزاید که به تمام این شکایت ها رسیدگی صورت گرفته است. وزارت عدلیه از تثبیت بیش از 18 میلیون جریب زمین های غصب شده از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد آن در سال گذشته هجری قمری خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می گوید از میان 18 میلیون جریب زمین 2 میلیون جریب آن استرداد شده که بیشترین آن در ولایت های جوزجان، سراپول، کندهار، کندوز و کابل بوده. وزارت عدلیه میگوید که در سال گذشته قمری 18 میلیون جریب زمین غصب شده را شناسایی و تثبیت کردند. سخنگوی وزارت عدلیه میافزاید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد آن از میان 18 میلیون جریب زمین غصب شده، بیش از 2 میلیون آن در سال گذشته قمری استرداد شده است. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده در سال 1445 هجری قمری بیش از 18 میلیون جریب زمین را تثبیت و تشخیص کرده که از آن جمله 2 میلیون جریب زمین را از نزد غاصبان و زورمندان استرداد کرده است. بیشترین زمین های استرداد شده در این مدت در ولایت های جوزجان، سرپل، میدان وردک، ننگرهار، قندهار و قندوز موقعیت دارد. همزمان با این برخی از باشندگان پایتخت از امارت اسلامی میخواهند تا زمین های غصب شده را دوباره آزاد و به مالکان اصلیشان بسپارند. بسیاری زمین ها را که مردم غصب کرده بود در حکومت پیشینه مردم گرفته بود، زمین های مردم را غصب کرده بودند، دیگر فروخته بودند، بلند منزلات جور کرده بودند، دیگر حالی پس زمین های مردم را گرفتند، پس بر صاحباشون تسلیم کردند. زورمندا و از غاصبینه که در حکومت های قبلی غصب کرده بودند، زمین های سبز بود، زمین جایداد های شخصی مردم بود، ایرا پس مسترد کنند و بگیرن حق بغدارش برسانه. بر بنیاد آمارهای وزارت عدلیه از آغاز کار کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد آن تا کنون 26 میلیون جریب زمین غصب شده از سوی این کمیسیون تثبیت شده و از آن جمله 2 میلیون و 726 هزار جریب زمین غصب شده دوباره استرداد شده است. باید این خبر ده خوش آمدید. سرپرست اداره امور از کارمندان نهادهای دولتی میخواهد تا منافع ملی را نسبت به منافع شخصی ترجیح بدهند. نورالحق انور میافزاید که همه کارمندان دولتی مکلفیت دارند تا مسئولیت‌هایشان را بشناسند و هنگام اجرای وظیفه آن را عملی بسازند. سرپرست اداره امور از همه کارمندان دولتی میخواهد تا منافع ملی را نسبت به منافع شخصیشان ترجیح بدهند. نورالحق انور در برنامه فراغت کارمندان ادارات دولتی از انستیتیوت تدارکات ملی میافزاید که همه کارمندان دولتی مکلفند تا مسئولیت‌های خود را شناخته و هنگام اجرای وظیفه آن را عملی سازند. دلته به ځان د پرورش فکر د سره نه ای، دلته به خپل شخصی آینده سنجی فکر د سره نه ای، د به اوس هغه عمومي اهداف اما منافع اما فقط په نظر کې نیسی غد پاده په وفادار او ژمنی مشتاسو نه د نظام غواړي چې امانتداری را نه غواړي چې ما او تا به امین وو، خو صرف په پیسو کې به امین نه وو چې صرف به رشوت نه اخلو، ته به امین وې لکه څنګه چې په پیسو نه اخستلو که امین یې، ته به په خپل کلام کې هم امین وې. سرپرست اداره امور همچنان میگوید پیشبرد مسئولیت ها به گونه درست افغانستان را به خودکفایی و رشد خواهد رساند. آقای انور تاکید دارد که امارت اسلامی به کارمندان مسئولیت شناس ارزش قائل است و از آنان در بخش های گوناگون پشتیبانی خواهد کرد. من از این ملګری وینم اعتماد ور باندې سوی
او یاد د سریعت ور سره سوای ده په دریم بس کې راوړل شو. ځینې ډېر ښه تکړه با احساس په کم وخت کې دی د دې ځان ول جوړ کړي چې دویم ته ارتقا وکړي، اول ته ارتقا وکړي، اعتماد کې باید زیادت ورباندې راشي. نو دا بیا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. همزمان با این، برخی از آگاهان مسائل سیاسی از امارت اسلامی انتظار دارند تا روند فعالیت ادارات دولتی را ساده سازی کنند تا مردم با چالش مواجه نشوند. در هر جایی که بروین برتان میگن که صوبه این دیگه صوبه این، اینمی یکی از مسائل فساد اداری است. در این مورد که امارت اسلامی باید یک پروسیجر بسیار خیلی ساده و آسان به وجود بیاره که بتانه که به وقت اسرع وقت به امارات مردم دسترسی پیدا بکنه. هر وعده که حکومت دارا منافع شخصی، حزبی، سیاسی، سمتی، لسانی خود قربان منافع ملی کشور کرده، او وعده میتونیم که بگوییم حکومت داری خوب میشه. این در حالی است که هنوز هم برخی از شهروندان کشور از رسیدگی نشدن به موقع و چالش‌هایشان در ادارات دولتی و زمان بر شدن طی مراحل پرونده‌هایشان شکایت دارند. مسئولان اداره ملی دوا و غذا از حریق نمودن بیش از 300 تن دوا و محصولات صحی و آرایشی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته خبر می‌دهند. شماری از باشندگان پایتخت از افزایش دواهای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته شکایت دارند. آنان از مسئولان در امارت اسلامی می خواهند تا جلو و وارد شدن دوای بیکیفیت را بگیرند و با افرادی که این دوا و محصولات را به فروش می رسانند برخورد قانونی کنند. تعداد زیادی از بازارها شما در تعداد زیادی از ادویه‌خانجات می بینیم که دوا مکمل تاریخ شده است و اگر زیادتر شما ببینیم دوا هست مگر تاریخش تغییر می دهند. امارت اسلامی و نهادهای مسئول باید جلوی از این را بگیرند. اکثر اشخاصی که دواها را می گیرند دوا به کیفیت می باشد و یا تاریخ تیر شده می باشد و اشخاصی که این را وارد می کنند باید جلوی اینها گرفته شود و مطابق قانون با آنها برخورد صورت گیرد. مسئولین خواهش ما می از که از دوای تاریخ تیر شده چیدن خودداری نمایند. دیگر همین غذایی که مثلا تاریخ بیسکوت و غیره و غیره چیزا که تاریخ تیر زن در بازار عرضه می کند از این جلوگیری نمایند. همزمان با این شماری از پزشکان استفاده از داروهای تاریخ گذشته را به صحت شهروندان زیان بار می دانند. از دواهایی که تاریخش تیر میشه ترکیبات کیمیاییش تغییر میکنه و این ترکیبات کیمیاییش اگر تغییر بکنه یکی که اثر بخش نیست، دومی دیگه ای که شاید از این دوا به شکل زهری تبدیل شه و به وضعیت ما شما صدمه برسانه. همزمان با این مسئولان اداری ملی دوا و غذا میگویند که از آغاز سال جدید خورشیدی تا اکنون بیش از 300 تن دوا و محصولات صحی و آرایشی بی کیفیت و تاریخ گذشته را از مرکز و ولایت ها جمع‌آوری و حریق ساختند. از شروع سال 1403 تا اکنون در مرکز و در ولایات بیش از 13,000 تأسیس دوایی و غذایی بازرسی گردیده که در نتیجه از او بیشتر از 300 تن ادویه محصولات صحی و آرایشی و همچنان مواد غذایی بی کیفیت تاریخ گذشته و غیر قانونی را به شکل مسئول تنظیم هدر بکنیم. این در حالی است که پیش از این نیز شماری از باشندگان کابل همواره نیز از افزایش دوایی بی کیفیت شکایت داشتند. باز هم خوش آمدید. معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری بر میکانیزه‌سازی سکتور مالداری و کشاورزی در کشور تاکید می‌ورزد. معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری در مراسم تجلیل از روز مالدار در شهر شرانه مرکز ولایت پکتیکا می‌گوید که به علت درگیری‌های چهار دهه گذشته سکتور زراعت و مالداری میکانیزه نشده و تاکید می‌ورزد که به همکاری برخی از نهادهای کمک کننده تلاش‌ها از بهر میکانیزه سازی این سکتور آغاز شده است. مونږ کوشش داده چی که خپل څومره توان دی او که مسده همکار خلک دی مونږ وکولی شو چې د خپل مسده کارنه میکانیزه کو. در این مراسم مسئولان کمیته هالند برای افغانستان میگویند که از بهر گردآوری فرارده های دامداری و عرضه آن به بازار تجهیزات لازم را در 34 ولایت کشور در اختیار دامداران قرار داده است. اوس نو 1500 کلینیکونه عملا د موږ د پوښښ لاندې دي او د خپلو مالدارانو ته خدمات وړاندې کوي. دا زموږ د دفتر یو مهم فعالیت ده چې په هر کال
میلیونونو دوزا واکسین او د چنجو ضد دوا او تداوی خپل مالدارانو ته وړاندې کوي. از سوی هم شماری از دامداران امکانات و سهولت های کنونی را بسنده نمی دانند و از مسئولان خواهان فراهم شدن سهولت های بیشتر هستند. یا تو ولسوالی دی امو ولسوالی دی دې ترون زارت باندې دی امو غدا یو وختان دا شي باید دی ټول دی ولایت پکتیکا ټول ولسوالی دی تا دا دی خوراکي توکو دی سروي دی پارا او دی دوايي دی پارا ټول ته ورسوي غدا یند دی پارا دا شي وسایل دی مال مداري دی پارا واړو شغه باسي مالونه لموږه دې خلکو چې لیک الله سمري ورور دی اواز سړوال الله سچ مري سي یو جاي ورته جوړ کی. همزمان با این 6 کلینیک حیوانی در بخش‌های گوناگون ولایت پکتیکا به بهره برداری سپرده شد و برای دامداران افزون بر مواد خوراکی حیوانی تجهیزات گردآوری لبنیات نیز توزیع گردید. ادامه خبرها در تولونیوس. نمایندگان ازبکستان و کانادا برای افغانستان در دیدار در تاشکند درباره احیای اقتصاد افغانستان و چشمانداز مشارکت افغانستان در روند اتصال منطقه‌ای گفتگو کردند. وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اسمت الله ارگشوف نماینده ازبکستان و دیوید ویلیام اسپرول نماینده کانادا برای افغانستان همچنان روی برقراری ثبات پایدار در افغانستان تبادل نظر کردند. شماری از پزشکان در شفاخانه حوزه‌ای ابو علی سینای بلخی از افزایش بیماری سرطان در حوزه شمال خبر می‌دهند. به گفته پزشکان در دو ماه نخست سال 1403 هجری خورشیدی بیش از 180 مورد بیماری سرطان به ثبت رسیده است. شماری از بیماران که برای درمان از ولایت‌های مختلف شمال به شفاخانه حوزه‌ای ابو علی سینای بلخی آمدند می‌گویند توان درمان خود را ندارند و از حکومت سرپرست خواستار کمک هستند. پزشکان در شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی میگویند که شمار بیماران سرطان در حوزه شمال به گونه روز افزون در حال افزایش است. بر بنیاد آمارهای ریاست صحت عامه بلخ در سال 1402 بیش از 700 بیمار سرطانی نزد آنان ثبت بودند، اما در دو ماه نخست سال 1403 دست کم 180 تن به شمول زنان به این بیماری مبتلا شدند. به گفته پزشکان، فاصله نگرفتن در میان ولادت‌ها، چاقی و پریشانی در نزد زنان، استفاده از مشروبات الکلی و مواد نشه آور از عوامل مصاب شدن به این بیماری است. در سال 1403 که هنوز دو ماهش تیر شده، ما تقریبا برای 180 مریض رجستر کردیم نو و 11 صد بار خدمات عرضه کردیم. در سرطان های سدیه عاملش بیشتر مربوط به ژنتیک هست و همچنان چاقی است، جنسیت مؤنث است و زود باردار شدن یا حاملگی زودرس است و همچنان دیر باردار شدن است. عینالدین 37 ساله که پدر 4 فرزند است میگوید از 3 سال به این سو به بیماری سرطان مبتلا شده است. این مرد که از ولسوالی کوهستانات سرپل به شفاخانه حوزه‌ای ابو علی سینای بلخی به شهر مزار شریف آمده میگوید پس از دچار شدن به این بیماری تمام دار و ندار خود را فروخته و اکنون توان درمان خود را ندارد. در ایران رفتم به خاطر مرضی 4 بار عمل شدم. بعد از اینکه در ایران هم توان اقتصاد ایران از این مثلا دکترها زیاد بود، ما عادت بودیم. بعد پدر و برادرم گفت که بیا افغانستان، بالاخره رقم میشه. باز اینجا مادم هشت تاکسن شده که پدرم خرج نمیده. سری مریضو با خدا دا پیسه خیرات قومش پیسه جمع نکنه دا مچی اونو اکسینش میشه. یعنی زمی امارت اسلامی یعنی می خواهش داریم که زمی مریضی ها که دم دوایش هم که یک ذره کمک شود. هر جایی که میری من همی تقلیب هست و همی مغزی هست مردم خدا من شفای کنم تیره مورم در قطارش کلی مسلمان را مقصد که مردم همکارش و غیق مانی خاطر خود نمیدم دیگه مسلمان ها دیگه هم بیادریم و مریض میشم همکارش و خیلی خوب میشه. با این حال معاون ریاست صحت عامه بلخ از تلاش ها جهت رسیدگی به خواست بیماران سرطان و توزیع دواها به گونه رایگان برای آنان سخن میگوید. ندیده پر امور حد و کوشش دا شریک کرده دی دا امی روختی وزارت سر امید لرو چه پاینده کی دا خپل حیوادوالو او دا خپل مریضانو خصوصا د سرطانی بخش لپاره دغه تدابیر د دواو د تجهیزاتو د وسایطو دا ټول د دغه دپارتمنت لپاره
ترتیب کو او ټول ورته رایگان برابر. بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از 9.7 میلیون تن در جهان بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست می دهد. این سازمان پیش بینی کرده است که تا سال 2050 بیماری سرطان 75% رشد خواهد کرد. شماری از رانندگان و باشندگان ولسوالی های یکاولنگ ولایت بامیان از خرابی جاده عمومی که این دو ولسوالی را به هم وصل می سازد شکایت می کنند. به گفته آنان بارندگی های پسین همراه با سیلاب و رفت و برگشت موترهای تناش بلند بخش های این سرک را به گونه کامل تخریب کرده است و از حکومت و از حکومت سرپرست خواستار بازسازی آن هستند. اما مسئولان محلی بامیان از ادامه کار بازسازی بخش های تخریب شده این جاده اطمینان می دهند. این جاده که در آزایان به بیش از 100 کیلومتر میرسد، یکی از مسیرهای کلیدی در بامیان است که ولسوالی‌های یکاولنگ را به ولایت‌های سرپل و سمنگان وصل می‌سازد. باشندگان ولسوالی‌های یکاولنگ می‌گویند که بخش‌های زیادی این جاده از اثر بارندگی‌های پسین همراه با سیلاب و عبور و مرور موترهای تناش بلند زغال سنگ تخریب شده و این امر مسافران و باشندگان این ولسوالی‌ها را با چالش روبرو کرده است. آنان از حکومت می‌خواهند که این سرک را بازسازی کنند. آب جلسه کو لایز جلسه کو پس مردم هایی که اصلا رایت هم نمکنه یک زن بیاد روش بات میشه یک بچه بیاد روش بات میشه حد قلش 50-60 متر رفت آمد در طول شبان روز خیلی یعنی شب هم گذر دارن روز هم این سرک یکی از مهمترین مسیرهای مهم ترانزیتی نیز به شمار می رود که افزون بر رفت و برگشت ده ها موتر تیز رفتار روزانه به گونه میانگین در حدود 50 موتر باربری زغال سنگ را از ولایت های سرپل و سمنگان از این مسیر انتقال می دهند. شمار از رانندگان اما می گویند که به علت خرابی این جاده موترهای آنان دچار عارضه فنی می شوند. قد بسته سنگ است خراب است این مال موتری را که دیگه جایی باید در دو ماه که چی کار کنی چی شود در ده روز پانزده روز که بری کلن چی باید تک زده نیوشه یک وقت ما بودیم در ده دقیقه پانزده دقیقه یالی در یک کنیم سادم رفته نمیتونیم خیلی واقعا خیلی زیاد مشکلات است با این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان از ادامه بازسازی مکانهای تخریب شده از اثر بارندگی ها و سیلاب های پسین به شمول این سرک خبر میدهد سیلاب های آخر سرک ها و مکان های مردمی عامه را تخریب کردند در یک اولنگ دو یک اولنگ یک طرف های کهمرد سیلاب شده بود سیغان فواید عامه ولایت بامیان همزمان اونجا رسیدگی کردن بامیان یکی از ولایت های کوهستانی در مرکز کشور است که با ولایت های پروان میدان وردک دایکندی سرپل و سمنگان از طریق مسیرهای مواصلاتی وصل است و بیشتر کالاهای بازرگانی نیز از مسیر این ولایت انتقال داده می شود میزان تولیدات داخلی در سه سال پسین در ولایت جوزجان از 25 به 50% افزایش یافته است. مقام های محلی این ولایت میگویند پس از روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی تولیدات داخلی در کشور رشد کرده و زمینه برای سرمایه گذاری فراهم شده است. از سوی هم شماری از کارگران که در کارخانه های تولیدی سرگرم کارند ابراز خرسندی می کنند. این نخستین کارخانه ریگریشن در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان است که به هزینه 400 هزار دلار آمریکایی ایجاد شده است. مقام های محلی جوزجان در مراسم گشایش این کارخانه میگویند با تأمین امنیت سرتاسری در کشور زمینه برای سرمایه گذاری فراهم شده است. آنان همچنان بر اتحاد و همدلی میان افغان ها تاکید میورزند. 30 سال پیش تولیدات داخلی 25% بود. الحمدلله پیلن افغانستان 50% خودکفاست 50% بیاییم شرکت های تولیدی جور بکنیم با ما و شما هم نفس یک زمینه کاری با ملت ما و شما هم پیدا میشه مسئول این فابریکا به تلو نیوز میگوید که تلاش ها از بهره بلند بردن میزان تولیدات و ایجاد فرصت های بیشتر شغلی برای جوانان جریان دارد بالاتر از 4 لک دلار سرمایه گذاری شده که ما با 8-9 جغل تولید داریم یعنی 6-9 جغل که سایز‌های مختلف داره و 2-9 جغل شسته با این حال برخی از کارگران ایجاد این کارخانه را در فراهم کردن فرصت‌های کاری اثرگذار می‌دانند و از دیگر بازرگانان و سرمایه‌گذاران نیز می‌خواهند تا با ایجاد این گونه کارخانه‌های تولیدی زمینه فرصت‌های بیشتر شغلی را فراهم سازند الحمدلله ډیر خوشاله لو دی کار نه ډیر بیکاری او شکر داسې بس په کار ولګیدو کنه می قسم فابریکا را خوان هستم چې دیگه هم ایجاد کنن تا زمینی کار او اشتغال زایی د مردم ایجاد شوه
بر بنیاد معلومات مسئولان محلی جوزجان، تلاش‌ها به هدف ایجاد شرکت‌ها و فابریکه‌های تولیدی در این ولایت ادامه دارد و امارت اسلامی از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ حمایت می‌کند. علاقه‌مندی جوانان و نوجوانان به کتابخوانی نسبت به یک سال پیش در فاریاب 50% افزایش یافته است. راه‌اندازی نمایشگاه‌های کتاب در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت یکی از علت‌های مهم علاقه‌مندی جوانان به مطالعه گفته می‌شود. برخی از علاقه‌مندان کتاب و مطالعه نیز خواستار فراهم‌آوری سهولت‌های بیشتر و ساختمان معیاری برای کتابخانه عامه در شهر میمنه هستند. اینجا کتابخانه عامه ولایت فاریاب است که در مرکز شهر میمنه حدود 60 سال پیش ساخته شده و حدود 5000 جلد کتاب دارد. شماری از جوانان و نوجوانانی که برای مطالعه به این کتابخانه می آیند از کمبود کتابهای جدید و نبود ساختمان و سهولت‌های معیاری برای مطالعه سخن می گویند و خواهان حل این چالش ها هستند. کتابهایشان یک کمی کتابهای ورژن‌های قدیمی‌تر است، بتوانن ورژن های جدید بیارن و همچنان در زبان انگلیسی کتاب هایی که دارن واقعا از سطح بالا سر سطح های پایین تر رو اضافه بکنن. اکثرا کتابونه چه قدیمی دی از مش خواست دغه چی یو څه نوې او جدید کتابونه دی کتابخانه کې موجود وي. امارت اسلامي نه خواهش کوله بس که ان کتابخانه لن کو بایترسن ده بر کتابخانه بو مید یعنی سات میمنګه یعنی ولایت فاریاب کې یعنی کتابخانه کو بسن. مسئول این کتابخانه به طولو نیوز می گوید که روزانه 50 نفر به این کتابخانه می آیند و کتابهای مورد نظر خود را مطالعه می کنند. به گفته او میزان علاقمندی جوانان و نوجوانان به کتابخانی نسبت به سال پار 50% افزایش یافته است. 50% علاقمندان مطالعه کتاب این سال افزایش یافته. یعنی ما سالهای گذاشته روزانه حدوداً 10 الی 15 نفر اگر مراجعه می داشتیم، امروز ما 30-35 نفر تا 40 نفر روزانه ما در کتابخانه خود مراجعه داریم. سخنگوی والی فاریاب نیز می گوید که تلاش ها برای افزایش شمار کتاب ها در بخش های گوناگون کتابخانه عامه این ولایت جریان دارد. عصمت الله مرادی تاکید می کند که با فراهم شدن امکانات مالی برنامه های برای بازسازی و توسعه این کتابخانه روی دست دارند. رهبری مقام ولایت در تلاش این است که در آینده این کتابخانه را اکمال بکند تا جوانان بتوانند با آرامش کامل در این کتابخانه مطالعه انجام بدهند. از این لحاظ رهبری مقام ولایت جوانان را برای کتاب و کتابخانه تشویق و ترغیب می‌کند. هرچند چالش های اقتصادی و استفاده بیشتر جوانان و نوجوانان از اینترنت و شبکه های اجتماعی سبب شده تا از علاقمندی به خواندن کتاب کاسته شود، اما به گفته مسئولان در فاریاب در کتابخانه عامه این ولایت در کنار هزاران عنوان کتاب در بخش های گوناگون قدمت برخی از این کتاب ها به بیش از 100 سال می رسد. پس از افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور، قرار است دفتر اسکان بشر ملل متحد کارزار زیرنام مسئولیت در جاده در شهر مزار شریف را راه‌اندازی کند. مسئولان این نهاد میگویند تصمیم دارند تا در 5 نقطه مزدحم شهر خطوط دهلیزهای پیاده‌رو و دهلیزهای بایسکل‌رو را ایجاد کنند. باشندگان شهر مزار شریف اما خواهان عملی سازی این کارزار در تمامی بخش‌های این شهر هستند. مسئولیت جاده عنوان کارزار که قرار است به هدف کاهش رویدادهای ترافیکی از سوی برنامه اسکان بشر ملل متحد در شهر مزار شریف راه اندازی شود. مسئولان این نهاد میگویند که با راه اندازی این کارزار 2 ساله در 5 بخش پرازدحام شهر مزار شریف دهلیزهای پیاده‌رو و دهلیزها جهت رفت و برگشت بایسکل‌ها را ایجاد خواهند کرد تا بتوانند جلو رویدادهای ترافیکی را بگیرند. ما این ابتکار روی دست گرفتیم عملا با ادارات دولتی من جمله شاروالی ها و ریاست های ترافیک مدیریت ها و تمام مطالعات ابتدایی را ما انجام دادیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که میتونیم 3 فعالیت را که همگیر به سطح مملکت باشه همین 3 شهر که قبلا یادآور شدم همینا هستند. مسئولان محلی بلخ میگویند که آنها نیز برنامه های حمایتی را جهت کاهش رویدادهای ترافیکی در این ولایت روی دست دارند و از رانندگان میخواهند تا در رعایت قوانین ترافیکی همکاری کنند. موگم انشاءالله پراتلون که پلانون لرو زکر چه حادثی که گی او نه تنها چه آواز پده برخه که کار وکو بلکه باید موگ عمالی گامو نم وخلو موتر چلوون گوت از مرده ارزود از مرده خواهش دی چه باید چه زربتاری ونه که او بیزه حادثی ونه که داغ پخپل صورت که هر زیدی ولارسی که سارایی که پا بازار که
باشندگان شهر مزار شریف با آنکه از برگزاری این کارزار استقبال می کنند، اما خواهان گسترش این کارزار و آغاز کار عملی آن هستند. وقتی که یک دهلیز راه او برای بایسکل‌ها جور شود، مسلم است که حادثه ترافیکی صورت نمیگیره، راه مشخص میشه برای هر فرد، برای هر راننده بسیار سهولت برای مردم ایجاد میشه. از طریق دولت ما امیدوار هستیم که در ولایت های دیگر هم راه اندازی شود و تا اینکه می حادثات ترافیکی کم شود. بر اساس آمارهایی که از سوی سازمان جهانی بهداشت منتشر شده، افغانستان 76مین کشور در جهان است که سالانه گواه حدود 6000 رویداد ترافیکی می باشد. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که 27% از جمعیت افغانستان در وضعیت بحران غذایی، آن هم در سطح اضطراری قرار دارند. بر بنیاد گزارش این سازمان، تقویت کشاورزی در افغانستان می تواند به گونه چشمگیری در راستای رسیدن به خودبسندگی اثر بگذارد. با این حال وزارت اقتصاد می گوید که برای غلبه در برابر ناامنی غذایی در کشور، نهادهای امدادرسان یکجا در زمینه افزایش کمک رسانی کار می کند. نامش رفیع است و سرپرستی خانواده 7 نفری را به دوش دارد. میگوید که از صبح زود تا نوقت شبها کراچی میدواند. این مرد خواستار کمک و دستگیری حکومت سرپرست و سازمانهای مددرسان از نیازمندان است. دامنال چیز کمک شد و غریب استیم، از امیشار و کونه کابل استیم، از کدام جای دوگام نیست. با یقین به خدا که خانه شخصی داشته باشه، ما 3000 کدام میتیم. با این حال سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در گزارش گفته که 27% از جمعیت افغانستان در وضعیت بحران غذایی، آن هم در سطح اضطراری قرار دارند. با این وجود وزارت اقتصاد بر ایجاد زمینه کار در بخش‌های کوچک و متوسط و همچنین از تماس‌ها با سازمان‌های مددرسان برای افزایش کمک‌ها به منظور از میان برداشتن بحران غذایی در کشور سخن می‌زند. ما با جامعه بین‌المللی و نهادهای امدادی در تماس هستیم تا مشکل ناامنی غذایی را از طریق افزایش کمک برش غلبه پیدا کنیم و فائق بیاییم. در سوی دیگر برخی از آگاهان به این باورند که اگر سرمایه گذاری روی پروژه های بزرگ زیربنایی به ویژه در بخش توسعه کشاورزی صورت بگیرد، افغانستان می تواند به خودکفایی نزدیک شود. کنریوال چیری و غالی دغه د خیرات ورکول و یا د خیراتونو چې کوم دی را لیږي دغه نه موږ ته باید دمایی را کول نه دمایی نیول رانیول باید را وخی. نو دا پاگه وقتی موگه بیا کولی شی خودکی پاس و ترغو بنیادی او زیربنایی پروژه مختوا چو. این در حال است که یک ماه پیش سازمان ملل متحد با پخش گزارش هشدار داده و گفته بود که در سال روان میلادی 15.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو می شوند. با همین ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. سپاسگزارم از همراهیتون.